سلام، من مریم هستم. اینجا پارسی تیوی با یه برنامه یه دیگه اومدیم خدمتتون. این بار درباره بازیگران سریال احضار. پس تا پایان این ویدیو همراه ما باشید. قبل از شروع دکمه لایک رو بکوبید و ما رو سابسکرایب کنید و برای اینکه قبل از همه از ویدیوهای ما مطلع بشید و اونا رو ببینید زنگوله کنارش رو بزنید. تو این ویدیو بیوگرافی بازیگران سریال احضار که در ماه رمضان 1400 بر روی آنتن رفت و با هم مرور میکنیم. در ادامه قصد داریم تا با حواشی و بازیگران سریال احضار آشنا بشیم. مجموعه تلویزیونی احضار به کارگردانی علیرضا افخمی و تهیه کنندگی محمود رضا تخشید محصولی از سیما فیلم بوده که در ماه مبارک رمضان از شبکه 1 سیما پخش شد. مینو آذرمگین از اهالی جدید تئاتر و از هنرجویان مؤسسه اینجا میان شهره و در چندین نمایش از جمله نمایش تئاتر با بازرسی و کارگردانی صابر ابر، پانتا پناهی ها و الهام کردا که از اعضای هیئت مدیره مؤسسه اینجا میان شهر نیز هستند روی صحنه رفته. این بازیگر جدید و جوان تجربه کار سینمایی و تلویزیونی نداشته و برای اولین بار با سریال احضار بازیگری را در برابر دوربین تجربه کرده. نسرین نکیسا، بازیگر سینما و تلویزیون، متولد 25 بهمن 1348 در شیراز. وی اصالتاً قشقاییه. پدر ایشون مرحوم هادی نکیسا از پیشکسوتان موسیقی ایران هستند که فعالیت‌های زیادی در آهنگسازی موسیقی محلی قشقایی داشتند. همسر نسرین نکیسا آقای محمد علی سلیمانتاش هستند. حاصل ازدواج این زوج دو دختر می باشد. آرش مجیدی زاده، متولد 7 اردیبهشت ماه سال 1353 در شهر آباده. مدرک تحصیلی ایشون کارشناسی ادبیات نمایشی. پدرش مهندس متالوژی و کارمند ذوب‌آهن بخش متالوژی و مادرش آموزگار بوده. فرزند نخست خانواده است و عاشق کوهنوردیه. او یک دختر داره. آدرینا صادقی بازیگری را از کودکی آغاز کرد و بعد از اینکه بزرگتر شد در کلاس‌های بازیگری شرکت کرد و به صورت حرفه‌ای این هنر را آموخت. او در تئاترهای زیادی بازی کرده و از بهترین‌های تئاتر محسوب میشه. آدرینا صادقی متولد دهه 70. علاقه بسیار زیاد او به بازیگری باعث شده تا او همه توان و تلاشش را برای موفقیت در این کار بگذاره. او در سریال احضار برای اولین بار مقابل دوربین قرار گرفت. نازنین هاشمی متولد 19 مرداد ماه سال 1376 در تهران و دانش آموخته کارشناسی مهندسی شیمیه. کار بازیگری را با شرکت در کلاس‌های بازیگری آغاز کرده. از جمله آثاری که نازنین هاشمی در اونها ایفای نقش کرده میتوان به زاویه زنجیر، پارازیت، سرشاخ، دوشیزه جولیا و اعترافات و همچنین اجراخانی و نمایش نامخانی گاو و نمایش نامخانی به همین سادگی اشاره کرد. رضا توکلی در تیر ماه سال 1339 در تهران متولد شد. به دلیل علاقه فراوان خود به هنر در همون دوره تحصیل وارد گروه‌های نمایشی و موسیقی در منطقه 10 آموزش و پرورش تهران شد که در همون زمان چندین نمایش همراه با اجرای موسیقی ارائه کرد و در حال حاضر یکی از بزرگان دنیای بازیگری در ایران محسوب میشه. رضا توکلی متأهله و یک دختر و یک پسر داره.
غزل نظر متولد اردیبهشت ماه سال 1366 در تهران. فعالیت بازیگری را از 14 سالگی شروع کرد و خیلی زود تونست در سینما و تئاتر با سوپر استارهای سینما و تئاتر مثل استاد علی نصیریان هم بازی شه. فارغ التحصیل رشته حقوق هستش و علاوه بر حضور در سینما وکیل پایه یک نیز می باشد. فعالیت خود را از سال 1380 شروع کرد تا اینکه در سال 1385 با فیلم تلویزیونی تنگنا جلوی دوربین رفت. علی اسماعیل پور دهکردی متولد 17 آبان ماه 1344 در شهر کرد می باشد. ایشون بازی در سینما را از سال 1370 با فیلم از کرخ تاراین به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا آغاز کرد. او فارغ التحصیل بازیگری و کارگردانی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهرانه و حال به یکی از چهره های شناخته شده در دنیای بازیگری تبدیل شده. او همسر سابق آفرین چیتساز می باشد. میلاد میرزایی بازیگر سینما و تلویزیون متولد 31 شهریور ماه سال 1369 در شهر بابله. میلاد میرزایی فارغ التحصیل رشته بازیگری می باشد. وی ابتدا فعالیت هنری خود را از سال 1383 از تئاتر شروع کرد و بعد از سال 1386 با بازی در فیلم اشکان انگشتر متبرک وارد عرصه بازیگری شد و در سال 1394 اولین فیلم سینمایی خود به نام ماه در جنگل به کارگردانی سیامک شایقی را بازی کرد. دینا هاشمی دانش آموخته رشته تئاتر از دانشگاه صورت. ایشون از دوران دانشجویی کار حرفه‌ای و جدی در تئاتر را آغاز کرد. مهارت او در بازیگری در تئاتر عامل اصلی انتخابش برای سریال احضار بود. از نمایش‌هایی که او در آن ایفای نقش کرد میتوان به قلب کاغذی شمعدانی‌های زمین، به کارگردانی المیرا رضایی و قتل در موقعیت 35 درجه شمالی به کارگردانی امین میری اشاره کرد که در سالن پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه رفت. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظرات و پیشنهادات خودتون رو پایین همین پست با ما به اشتراک بذارید. همچنین اگر هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم که با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.